أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الفاتحين پروردگارا ما را برای راست هدایت کن بیماران شفات برکت در کسب و کار ما عطا فرما از آفات و بلا و کلفت ها ما را نگهبان باش عاقبت کار ما را به خیر ایمان ما را به سلامت گردان اللهم صل علی محمد و علی آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین سوره آل عمران پاره چهارم قرآن آیه رقم 95 96 درباره زوریه و نسل پاک بحثمون بحث کعبه یا خانه خدا در زمین بحث و مناظره ها داشتیم طول چند روز جعل ابراهیم علیه الصلاه و السلام طول بناء الكعبه في السماء سبعه ازروع حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام اولین انسان هستند که کعبه را دیوارش به سوی آسمان 7 ذراع بلند کردن یک ذراع 60 سانتی متر اولین پیامبری که کعبه را دیوال کرد و دیواری او را به سوی آسمان بلند کرد این حضرت ابراهیم بود است که در زمان حضرت ابراهیم بلندی کعبه 7 ذراع بود است یک ذراع 60 سانتی متر اگر ما گیریم به حساب امروزه میانه برای هر یک شما معلوم است که ای 4 متر بلندتر کعبه را کرده بود از حضرت ابراهیم و طولها فی الارض 30 ذراعا و درازی او را در زمین حضرت درازیش در زمین 30 ذراعا 30 ذراع کرده بود یعنی که درازیش در زمین چند قدر کرده بود 30 ذراع یعنی 30 ذراع را وقتی که شما اگر نظر کرده بینید که چخل همون را مقصد طول همون کعبه را که اطرافی که همین دیوار ساختگی بود از حضرت اکنون اول انا همین 30 ذراع بودیم همون صحن حولی مسجد امروز می با چند کلونش کردم 30 ذراع یعنی که اگر حساب کنیم همین 30 ذراع 6 کلسر اگر 18 گیریم 180 متر یعنی که صحن کعبه را همین کردگی بود است همین خوش را هم کلی حرم همون قبود است اگر هم کلی حرم 30 ذراع بودیم بعد از اون حضرت وقتی ایرا کردگی به دستیان و ارزوها فی الارض 22 ذراعا و پهمی همو را در همو زمین حضرت 22 ذراع کرده به دستیان یعنی درازیش تا 30 ذراع بردگی بدین حولی را پهمی حولی را 22 ذراع کردگی بدین یک ذراع 60 سانتی متر اینجا حساب کنیم چند متر مربع میبرویم حضرت ابراهیم در زمانشان اگر کعبه را ساختگی باشند کعبه را 4 بلندیش باشه و 4 پهمیش انا اطراف او را انا دوره شد 120 درازی شد گرفت اگه بدین 30 زیرا درازی شد گرفت اگه بدین 22 زیرا پهمیش هم در زمانشون حضرت ابراهیم امیر همین خیلی امارت کرده بود استیان و کانت به غیری سقفین یعنی که کعبه را وقت ساخت اگه بدین بالای کعبه بوم نداشته هوی بود است در زمان حضرت ابراهیم کعبه را بالاش بام نداشت همت هوی بوده است هوی طرف آسمان هوی یگان چی نداشت است ولما بناتها قریشون جعلوا طولها 18 ذراعا فی السماء وقتی قریشی ها که اکنون آمدن اطراف کعبه در آبادی شد و خیلی مقصد پیشروی ها شد حضرتان و قریشی ها درازی کعبه را ای زمین به سوی آسمان چند ذراع کردن 18 ذراع کردن اکنون تغییرات پیدا شد معلوم بود است که مسجد ها را چپه کرده تغییرات کردن هیچ بوکی نداشته برای که کعبه را کرده بود است وقتی به نیت آبادی باشه هیچ گام نداره مسجد بالاش میکنی تنش میکنی این خیلی گفتن در کون این قدیمه این کلون مونده ایرا چخه نشه به این ایت نکنی نه برای نویگری باشه همش کنده حوار کنه سر نو کردن در کوره چی با کعبه را کرده بود است
این میگه در زمان حضرت ابراهیم 7 زیرا بود، اکنون در زمان قریش چکار 18 زیرا به سوی آسمان شد، 18 زیرا راست شد به سوی آسمان. خواه و نقصو من طولها فی الارض ستت ازرعین و شبرا، اما دورش در زمان ابراهیم تا زمان قریش دوره کعبه را با 6 زیرا و چند وجب دیگه زیادتر کردن، با 6 زیرا دیگه و اکه زیرا بکنم بنده میگنم 6 سانتیمتر، یعنی که همه قویدیگه با چند وجب دیگه در زمان قریش زیادتر شد. ترکوها فی الهیجر، یعنی که باید ساختن آوردن اگر این کعبه باشن ایجاش با هیجر داردن، هیجر ایره حتی میگن، ایره هیجر اسماعیل میگن، ای برای این خیلی دروزاق موندگی، اینجا دروزاق موندگی، این خیلی حجی ها میستن، دوری همینده دورکه نماز میخونن، همه همه کعبه های در زمان قریش، اکنون خونه همی خیلی بلند شده، پولی جمع کردگی در همونجا تمام شده، هم خیلی دیولچه گیردکه کرده موندن، نام همو گیردکه دیولچه شون حتیم های، نامش چی های؟ حتیم، یعنی کعبه را ساختن اینجا آوردن، این بر بالای امارت چه آورده نتونستن، پولی پاکیزه شون تمام شد و اطرافی را همی خیلی دیولچه کردن موندن، یعنی که دیولچه همون هم خیلی مون، او را میگن حتیم، عادی ترین در طواف، گردن هم خیلی خم میکنی، دریم را تماشا میکنی، و حتیم های. ولما بناها ابن زبیری جعل طولها فی سما 27 زیراعا، اما در زمان حضرت عبدالله ابن زبیر که والی مکه مکرمه بودن، این فرزند اسمعه مادر ما بودن، نبیره حضرت ابوبکر صدیق بودن و بچه قیسنگل رسول اکرم بودن صلی الله علیه و سلام. عبدالله ابن زبیر بسیار یک شخصیت بزرگ، یک شخصیت پاک، یک شخصیت در راه اسلام خدمت کرده، حتی که در زمان خلیفگی حضرت عثمان در می بیابان های امروزه مصر و امروزه تونس و امروزه مقصد خود که گلگای گیبرالتر میگن، یعنی بندری که اون برای به اروپا میرسانه و یونان، همه انسان ضبط کرده گرد. عبدالله ابن زبیر بسیار شخصیت بزرگ بود است، در همه منطقه ها بربرها زندگی میکردن، بربرها در همه تاریخ ها مینویسن مردم های سیاه پوستی سلح شور بود، یعنی جنگی سخت، همه جنگی که اینها را هر هیچ کس هم شکست داده نتونسته، یعنی حتی در زمان فرعونی شکست نخورده بود است، یعنی در زمان فارس ها شکست خوردگی نبود است، یعنی همینا را حضرت عبدالله ابن زبیر شکست میتیاد، چقدر اینا سلح شور بودن، جنگاوروی در میدان خیلی در شمشیر نیزه قوی بود است، یعنی با ابن زبیر وقتی میبیارم این شخصیت ها، وقتی که می بیارانشا با می پرسه که مسلمان ها بسیار بای میتیان در همین زمین های تونیس، در همین زمین های که با یونان نزدیک بای میتیان بسیار و دست مسیحی ها، با می پرسن که چیکار کرده و نظر میکنه و میگه که بسیار تلفات کلون شد وقتی ایرا راهبر میمونن در زمان خلافت حضرت عثمان، و می پرسه که شما چی گونه شکست خورده، میگه شکست مون همینه که اینها خیلی سلاح شورن، جنگران، ما نمیتونیم یاد مقصد حرکت کرده، هجوم کرده، شکست دادن. در این زمان با نقشه را میکشه که اینا یکان وقتی دمگیری دارن، همین دمگیری دارن اینا، میگم بله جنگو با خودش قانون و قاعده خشه دارن، بعد جنگی تمام شد بوق زده میشه، اما همه آرام میشه و مرده ها را میبرن، زخمی ها را میبرن، کسی کسی را چقه نمیشه، طبیبات رو مده کاراش نکردن میگیرن، میدان تازه میشه و کسی کسی را چقه نمیشه. گفت بله اینها گو در عبید روز گفت بوق میزنن، در همون حالت گفت میروان همش در همونجا عبادت چون سر میشوند، یک وقتی معین قدی دم میگیرن، بعدی ساعتی با میدان میبیایند، میگن خوب، و در همینجا جنگ اوج میگیرن، این یک لشکر پنهانی دیگر در دیگر جا بجا میکنن. حضرت عبدالله ابن زبیر برای این جنگ هیلای، جنگ معنیش نیرنگ هیلای، جنگ خیلی زوری نیست، جنگ هیلای، همه به درجه هیلای که جنگ ده تونی فقط نیرنگ میکنی، هیله میکنی، جنگ ده هیلگر نباشی بای میتهی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفته است که محاربه این هیله، این هیله با نیرنگ کنی دشمن شکسته، این میبره یک سپاهی دیگر رو پنهان میکنه، جنگ سر میشه تا ابد جنگی قوی میره و از دو طرف تلفات زیاد میشه، بوق زده میشه که دمگیری، همه میره و دمگیری، همین دم اعلان میشوه، میران و یان در همون میدان جنگ مبارزه شون لبی بحر دا میریزن، دمگیری دا سر میشوند، حضرت ابن زبیر دم نمیگیره، میگن دم نمیگیریم، لشکری را که اونا پنهانی موندگی بود، لشکری را که اونا مخفی کردگی بود، در وقت عبید غفلگیر میکنن،
و وقتی نو عبید اومدگی سلاح ها را موندگی زیره ها را کشیدن دگی صدا بلند می شود که مسلمان ها اومدن دیگه اینو او می بروین تا نیزه می گیرن تا شمشیر می گیرن که همش شکست می تیم همشان از بین می برن زمین های تونیس و زمین های گلگوی که بلاخته را همه اینا را عبدالله بن زبیر گرفته گیر همخه شخصیت بزرگ بودن اینا با ولی مکه می مونن ولی چی می مونن مکه هر باری پیش مادرش اسماعه می اومد است اسماعه مادرمون پیر بودیم چشمشو نمیدیدستیم و می اومده که یک ابرمردی بزرگ پهلوانی کلان و می برامدستیم پیش مادرشون اومده زیارت داده است پای مادر رو بوسه کرده پیشونه میشین که دعا گیرم و میگه حضرت مادرمون اسماعه دختر ابوبکر صدیق دستشون رو دراز میکردین و ریشای عبدالله ابن زبیر رو دست دست میکردین چشمشو نمیدیدید دست دست میکردین قفصوی سینش دست دست میکردیم سرش دست دست میکردیم میگفتن عبدالله وقتی تا در قدیم هم بودی من فقط دعا میکردم که تو لباسی جنگی را نبروری عیبه نمیدونی زیره نداری عیبه نمیدونی تو شمشیر نداری عیبه نمیدونی کلوه اوهانی در سر نیست من مردک هیچ محل من مردک تو در لباسی جنگی بایوی که نباشه او را مردک نمیگم این تو مرد نیستی بچه‌ام تو در عشق من بودی من دعا میکردم که تو لباس حربی خدی گردی فقط انا این بود شیوه زنوی مسلمان امروز فقط بچه ها را میگریزونن این گریز که نرا و نرا و گریز همه گریز که ترا نقفا نبرن ارمیه که تعیف میشی اما مادرای اسلام این خیل بودن میگفتم ایزا میکرشم که تو لباس حربی نداری بزدیل من کردن همه شاید اوچو های این ایمه اوچو هم را بزدیل کرگیم نرا و که تخنگ میخری نرا و که ترا میزنن انیجا دا با حولش یاد ایجاد نزده سیان، عذاب نداده سیان، در خنکی نیست، گشنه نیست، تشنه نیست برای مرز بوم و سرزمین خودش بزدیل کردیان شد بزدیل، اگر در اونجا دو سال عذاب کشن، در اینجا چندین سال عذاب میکشن میگرم خیلی خلافی مایل میگفت شیر من همه بخشم گو مادر نو برو وردم و خمادم زیارت نه اومدم عبدالله امروز را قماندان موندیان بچه هم زبیر عبدالله فرزند زبیر تو را قماندان موندیان ما با دای کماند اگر در یک آدم تیری تو برسن و ای آدم سزاواری تیری تو نباشن گناهی تمامی مرده زمین در سری تو میزنن که تو قماندانی اگر یک سپاهی تو یک آدم به اساس تیر میپرانه خونی او را بنا حق میرزانه و ای حق همی خونه نداره گناهی سیاره در کلا در تو میدونی که تو قماندانی تو جواب میتی نزدی الله در اکبر برای نامین این خیل شخصیت را مادر را تربیت کردن این نبیره ابوبکر صدیق بود این والی مکه مکرمه میشن در زمان ابن زبیر عبدالله و بناه ابن زبیر جعل طولها فی السماء 27 ذراعا در زمان ابن زبیر بلندی و پهمی کعبه را 27 ذراع بالا میبرن امارت کعبه میشه در زمان والی بدنش وقتی که رئیس ولایت چی بود مکه مکرمه بود عبدالله ابن زبیر ولم یغیر حجاج طولها حین هدمها وقتی که حجاج ظالم قتی مروان ابن حکم از امیرای بنی امیه وقتی اینا هجوم میکنن میبیاین منجنیق میزنن کعبه را ویران میکنه حجاج ظالم مسلمان های نماز میخونه بسیاری وقت در نماز مستای با خلیفه انی خودم ها در بدرو بری مسلمان ها ولی شکر کنه که هم دنیا خوبه بود حجاج مسته در نماز های حجاج میگه که برابر در چهار تا خلیفه نامی من هم میگره در خطبه جمعه انی خیلی انسان ها بودن بین حضرت علی و حضرت معاویه نو سامانی ها اومد جنجالوی کلام خیست اینا وقتی که قدرت ها گرفتن حضرت مقصد حضرت عثمان وقتی از بین رفتن که اینا نسل حضرت عثمان بودن اینا اومدن حجاج عبدالله ابن عمر حجاج کشت صحابه را کشت یک شخصیت بدکار یک بدمست های اما امیر عالم اسلام های می بیای منجنیق میزنه منجنیق می دونیان انا همون توپای تیلوی که پوشکا میزنه همون باشگاه های نفت می بیاد در کعبه می رسه پرده های کعبه می سوزه دیوالی کعبه و ایران می شود خداوند در همونجا یک گریپ اتم میکنه که حجاج یا مرگ می مره یک کسی دیگه در این راه گریپ می شود یا مرگ می مره یک روایت یا روایت دیگه میگه یزید هم خیلی مرده گیر یک گریپ می شود می مره یعنی حجاج ظالم مروان ابن حکم
مکه را غصب میکنن میبیاین ابن زبیر را چون امتیا این قماندان بود میگه نکنی این کارا جنگ به درجه میشه عبدالله ابن زبیر را میگیرن دور میکشن این حجاج ظالم عبدالله ابن زبیر را دور کشیده گیر این خروزای بعد مسلمان های سرگزارون دگیان شما گمون نکنید که بدی حوزی های شما گمون نکنید که کمبوتی و این لغزش حوزی های نه بعدی سری حضرت عمر همی بلا و خیستمش در بالی علم اسلام اما حجاج ظالم میگه یکان تغییر نداد وقتی مکه را گرفت ابن زبیر را دار زد هین حدمه ها کعبه را ویران کرد بدبخت حتی یزید همی کار کرده گفت است بعدی حجوم خاندان رسول اکرم ده صلی الله علیه وسلم دست به خاندان پیغمبر زد خاندان پیغمبر را در همون سهرای کربلا نابود کرد بعد از او آمد منجنیق زد کعبه را منجنیق یعنی که آنمو توپای علوی آهنی پرتافت حتی پرده های کعبه سوختند همینجا خدا یک گریپ عطا کرد که یک خنک سرمانی در همین در راه یا مرگ شد این همین خیل بروزا بود و هیه الى الان تا به امروز علاما بناها ابن زبیر ما کند عایشه ترویحی مادرمون عایشه روایت میکنه حدیث عایشه هم در صحیح بخاری میگه این همین کعبه ای که شما امروز میبینی بر انمیخ دیوال و انمیخ استاده این امارت عبدالله ابن زبیر ای ابن زبیر میگه نمیخه کردگی بود حضرت ابراهیم در بین قدون قبیله های جرهوم کردن دیگر کردن بعد که حضرت عبدالله ابن زبیر کعبه را کردگی تا به امروز گفته این میراث ابن زبیر در شما رسید ولی انه لما نصب علیه منجنیق منجنیقا را ماندن همون پشکه هایی که میپرتوی بشکه نفت و سنگا را میپرتوی نامی همون منجنیق زن پشکه چیشان الحسین ابن نمیر در این بدبخت بسیار کسافت بود این بسیار شخصیتی بد بود و هو قائد جیس یزید ابن معاویه یکی از سرلشکرانی یزید ابن معاویه بوده است لقتال ابن زبیر بی مکتا عبدالله ابن زبیر انمی دور زده بده حین ابا ایبای عیزید بی خلافتی ومتنع بی البیت الحرام وقتی عبدالله ابن زبیر بیعت نمیکنه با یزید ابن معاویه وقتی ظالم میگفته قبول نمیکنه حکمت شن مکر محاصره میکنن حضرت بدار میزنن چی روزای بده بالای علم اسلام نامده گیا چی روزای تاریکه نکه همش اوی سایسته گذشت بر رفت کسی چی خوبیه کرد نامی اون ماند کسی چی بدیه کرد نامی اون ماند بل تارت شرارتو من مجمرتی فی استاری ها وقتی منجنیق زدن میگه بالای مکه ده میگه همین خیلی منجنیق زدن که از شعله علاوهای منجنیق و لخچه های او میگه تمام استارای کعبه و تمام اطراف خانه ها سوخت یعنی در زیر بمباران زمین خدا را قرار دادن گمون نکنه که ابره اومده گمان نکنید ابرهه آمد و اصحاب فیل قطعی میخواست کعبه را ویران کنه در زمان بعدی جناب پیغمبر این شخصیت ها یزید و حجاج و مروان ابن حکم هم این خطاگیه را در حق مکه کردگی هم حتی که در زمان مروان ابن حکم مدینه منوره هجوم کردگی هم که پیغمبر گفته که مدینه فقط دجال هجوم میکنه هجوم کردگیان با یغما بردگیان مال و متاع و حتی تو به خدا تو مورخو می نویسن حتی اغلبیت زن خود دست راست کرد میگه این استفاق یوش این خل نو حق یوش دگی این میخه کورو در همو زمانو شد فترقت تمام پرده های کعبه سوخت فلما امر عبدالملک به هدمی ها حتی امر کرد عبدالملک ابن مروان که کعبه را ویران کنه جای عبدالله ساختگی را کجایی را که همه عبدالله ابن زبیر امارت کردگی های همو را چکر کنه؟ چپا کنه؟ پیشتر را چند قیبت انام قشمانه؟ امر کرده کعبه را ویران کنه؟ حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گوید که از نشانه های قیامت امینه که شاه پیدا میشه و گو سیاه پوست های نامی او جهجان های پای های باریک داره و سری باریک بسیار ظالم های گو اولین انسانی هسته میبیا کعبه را کلید میکنه کعبه را کلیر میکنن فرستاده خدا این گفت بسیار نیت ها میشه و برای کعبه آلی پیشه که پیامبر میگن انسان هایی هستن که میخوان که کعبه را کلیر کنن اما پروردگار همشه سرنگون میکنن همشه نابود میکنن عبدالملک ابن مروان به هدمی ها و بناها الحجاج علی البناء الاول وقتی که فهمید میگه حجاج ابن ظالم که کاری خطا کرده که مکره وقتی میگیره پشیمون میشوه گشته میبیایم کعبه را ای سری نو می سوزد میگه ما کاری خطا کردم یک روایت دیگر میگن حجاج
حتی که بعد همین کاری کردگیش دهنش پیش گوش چپش میرم ای اینجا خوراک میخورده است توبه میکنه ندامت میکنه با دهنش راست میشه بعد میبیو میگه ای سری نو امارت چی میکنه امارت کعبه میکنه خدا رحمت کنه در جای ما یک مویسفید خیلی انسانی با تقوا بود میگه پیشتر مسجد ها میگه در دهن آدم کجله میکردن پیشتر مسجد ها آدم ها رو فکشانه کجله میکردن این مسجد ها هم کراماتش میبوده گم شد پیشتر آدم ها میگه میخواه نیتی بیزه مسجد ها میکنه یا بلا در گرفتار میشدن این چی گفه میگه این روز مردم در دورین مسجد ها میگه مجلس خانه کردیم مسجد ها چی کروی نمیشن دهن یکم تا اینو کجله نمیشن معلوم بوده است که این روایت ها بوده است که حجاج دهنش کجله شده بوده است بعد از این آمد میگه چی خیلی پیشتر بود ساخت اخبر عبدالملک ابو سلمت و غیر عن عایشه عایشه مادر من حدیث روایت کرده بود به ماکان عمده ابن زبیر فی حدمها فندم لذلك بعد از او عمده پسر زبیر یکی از همون سرلشکرای یزید بود است وقتی که میخوان که برای کعبه را ویران کردنش نقشه میگیرن این میبیو توبه و ندامت میکنه میگه حجاج و هماره که نکنه این کارا پیش شما کسی کرد شکست خورد انا من انسان سبب میشم نمیمونم بعد میگه کعبه در اصل خودش ما و قال لیتنا ترکناه و ما تولا وای بر حال ما چیکار کردیم که پشت گرداندیم ای قبله ما همین مردو شما نخواهی قبله پشت گردانی فلما تولا ابو جعفرین الخلافت و اراد ایهدیمها و یردها الى بنای ابن زبیر فناشده مالکین فی ذالک گفت این دولت خلافتی که ما بنیاد کردیم دین خدا را آوردیم همه برای همین کرده شما این خلافت را رسوا کرده این خلافت را برده به این روزه تانده که شما کعبه ویران کنه شما برای همین مسلمان شده همین مرد مگه گفت شما برای همین مسلمان شده نخوش ما مسلمان شده که مسجد کلید کنه برای همین مسلمان شده همین قچی یاد گرفته گفته مسلمان شدم همین گفت تأثیرش کرد گفت بازگشت دوباره امارت ابن زبیر مگه باقی ماند و همون خیلی نقش نگاه شد برای ما تا به امروز این شا رسید این میراث رسید معلوم است که چی روزای مسلمان ها گذرانده بدیم چی روزای را گذرانده بدستیم لئلا یبقا عادت الملوک فترکه بعد از عمرمان ابن حکم آمد که عادتی پادشاه های پیشتره را خوش رو خواند و دید گفت اگر این کعبه ویران کنی شوه گفت بعد من دیگاش پیدا می شوه دیگاش پیدا می شوه این قبله گفت مسخره می شوه مسجد و قبله و کعبه حتی همچون یک عرضه و یک چیزی به ارزش می شوه این از بین می روه من توبه میکنم مروانی بنی حکم هم توبه کرده بوده دوباره امر کرده بوده که کعبه سری نو بنیاد شوه گفتن نه نه کارا کردن در کار نیست وقتی که کعبه دا چسبیم و قبله دا چسبیم و خانی خدا دا چقه شویم گفتن خدا قطعی دینش برای مردم خار می شود ای سر اینو قرار می برو را که آبادش کنید مروانی بین حکم هم آخری عمرش توبه می کنم وقتی ای ریاست می رو از خلافت می رو مدینه منوره می بیا مدینه منوره می بیا می درایم که یک مردم مروان می بینم بعد همه میده و ریش و بروت و مو و گوش و تنهاش میکنن میقپن دانه دانه ریشاش قدی بروتاش میکنن اکه وقتش میرسن که در همین سبا همه حالت میگه صدا بلند میشه که بسته من کفیل اوم او پیشی من آمدگی های کسی او را چقش و من را چقش دای تاب میخرن میگه حضرت امام سجاد های حضرت امام سجاد فرزند امام حسین میگن این نسل این در کربلو اولاد تا نقیر کرد گفته اینا کردن ما میبخشیم مروان خلاص کرده میگیرم تا نسل ما سادات ما سیدزاده ایم سیدزاده ها قصد نمیگیرم میبیاره در خونهش میمانه شد 40 روز کفالتیش میتیم میگم مروان هر روز گریه میکرد که ما چی کارو کردیم ما چی کارو کردیم حتی که زبیر ابن عوام همی پدر عبدالله ابن زبیر در جنگ بین حضرت عایشه و حضرت علی همین مروان کشته گیم صحابه یعنی این خیلی کارا بالای عالم اسلام ده بود اما گم او کردم ما میبخشم با حضرت امام سجاد خلاصش میکنم انا امروز بنای کعبه که ما با چشم سر میبینیم آخر عمرش مروان هم پشیمون شده بود توبه کرده بود است تا اگر ما این خیلی کنیم قبله ما علامت های عبادت ما گم میشود این باید بنیاد شود قرار ثابت میشود که مکه ای سری نو ساخته شود خدای ما رو برای راست هدایت کرد.
مکه دوست داری و کعبه دوست داری و مسجد دوست داری ما را زیاد گردان. پروردگارا از آفات و بلا و دسیسه و تهمتا ما را نگهبان باش. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین.